درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از ممنوع کاری و ممنوع تصویر شدن مازیار لورستانی بازیگر خوب و با سابقه صدا و سیما و سینمای ایران در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. مازیار لورستانی بازیگر با سابقه و پرطرفدار ایرانی که در تئاترها و فیلمها و سریالهای زیادی ایفای نقش کرده و بیش از یک سال از تغییر جنسیت یا به عبارتی تطبیق جنسیت اون گذشته و در این مدت کم در موردش هواشی و جنجال و خبرهای علکی نساختند. که اون البته در لایف های اینستاگرامی یا در مصاحبه های متعددی در مورد این شایعات و جنجال ها توضیح داد و بارها از مردم خواست که فقط از پیج شخصی خودش در اینستاگرام پیگیر اخبار زندگیش باشند. مثلا خبرهایی در مورد ازدواج اون منتشر شده بود خبری درباره اینکه مازیار لورستانی همسر آیندهش رو بالاخره انتخاب کرده و عکس اون رو در کنار دندانپزشک و همکار و طرفدارانش منتشر کرده بودند. بعد هم عکسهایی از اون رو با فتوشاپ یا با گیریم ها سر صحنه فیلمبرداری یا تئاتر منتشر می کردن و میگفتن مازیار لورستانی ریش یا سیبیل در که مازیار لورستانی دیگه اصابش به هم ریخته بود لایوی گذاشت و گفت آقا جان من اگر ریش و سیبیل در بیارم خیلی هم اتفاقا خوشحال میشم خودم عکسم رو اول از همه توی پیج اینستاگرامم من منتشر میکنم اگر هم یه روزی تصمیم گرفتم ازدواج کنم حتما با طرفدارام قضیه رو مطرح میکنم اون همچنین در مصاحبهش درباره سن هورمونیش صحبت کرد اون گفت از نظر پزشکان متخصص من هورمون های من الان در حد یک پسر 14 15 ساله است و هنوز برای ازدواج خیلی زوده حالا اما خبری در فضای مجازی منتشر شده که باعث شکه شدن و ناراحت شدن طرفداران این بازیگر مردمی و کاربلد شده. خبر ممنوع تصویری و ممنوع کاری مازیار لورستانی. اون هم در حالی که اون از اواخر زمستون سال گذشته و آسانه نوروز امسال مقابل دوربین سریال منوچهر هادی رفته بود. سریالی که برای شبکه سوم صدا و سیما ساخته می شد و از اون دسته از پروژه های مخاطب بگیر و بیننده بگیر تلویزیون بوده. ظاهرا مدیران سیما نهایتا با حضور مازیار لورستانی مخالفت کردند. اون هم در حالی که این هنرمند چندین ماهه که سر این پروژه است و درخواست حذف اون و فیلمبرداری مجدد سکانس ها با بازیگر دیگری مطرح شده. در ادامه این خبر به این مسئله اشاره شده که این اقدام به علت هواشی صحبتهای اخیر رابعه اسکویی در مصاحبهش بوده. اون در مصاحبه اخیرش بر علیه مازیار لورستانی حرفهای تندی زد. هرچند که به شکل مستقیم ماجرای اختلافشون رو بیان نکرد اما گفت من و مازیار لورستانی دوستی سی ساله داشتیم. اما اون حرفی زد و رفتاری کرد که من بعضی وقتا پیش خودم فکر می کنم که ما چه جوری سی سال با هم دوست بودیم که من حتی این آدم رو انقدر هم نشناخته بودم بعد از این حرفهای اون در فضای مجازی این شک و شبه ها پیش اومد که مازیار لورستانی حالا که هورمون درمانیش رو هم پیش برده و ریش و سیبیلش هم در اومده و حالا تبدیل به یک مرد جوان شده تصمیم به ازدواج گرفته و دیده حالا چه کسی بهتر از دوست قدیمیش که اون رو حسابی میشناسه و خیلی هم دوستش داره پس حتما به رابعه اسکوی پیشنهاد ازدواج داده که البته در بعضی از خبرها این پیشنهاد پیشنهاد سیغه مطرح شده بود و رابعه اسکوی هم از دست اون بسیار ناراحت شده و حالا مدتیه که با همدیگه کاملا قهرن و قطع ارتباط کردن مازیار لورستانی مدتی پیش در استوری برای تبریک روز بازیگر این عکس رو منتشر کرده بود و نوشته بود روز بازیگر به کسانی چون من که مدت هاست بازی نکردند مبارک باشه بعد از ماجرای مصاحبه جنجالی رابعه اسکویی و, و هواشی و تیترهای زرد در مورد شایعه ازدواج و پیشنهاد سیغه شدنش با مازیار لورستانی که از نظر خیلی ها اقدام درستی نبوده و باعث به هم خوردن دوستی چندین و چند ساله شده عکس زیادی هم از اونها در کنار هم منتشر شد که البته تعداد زیادیش با فتوشاپ درست شده بود بعد از اون مازیار لورستانی با انتشار متنی توی صفحه خودش به شکل جدی و قاطع اعلام کرد که با این مسئله برخورد قانونی میکنه و در این استوری تند و جنجالیش نوشت پیرو به انتشار اخبار کذب درباره مسائل شخصی و زندگی خصوصی من و نیز انتشار پست ها با تیترهای غیر مرتبط و برداشت های شخصی در صفحات مجازی به این وسیله به شکل رسمی اعلام میدارم هر تیتر رو عنوان در هر صفحه یا پیجی با هر قصدی که موجب سوء استفاده از نام و عنوان و تصویر من شده باشد به طور جدی توسط مراجع قضایی و پلیس فتا از طریق وکلا تحت پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت. اون در ادامه هم نوشت برای حفظ حریم شخصی و خانوادگی بدون شک از شکایت و پیگیری از اشخاص و پیچهای مورد نظر هرگز نخواهم گذشت. با احترام مازیار لورستانی پیش با انتشار پستی نوشت جایی از فروید خوندم که نوشته بود وقتی می شود دقایق عمرت را با آدم های خوب بگذرانی چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که با دل های کوچکشان مدام درگیر حسادت ها و کینه بچگانه های یا مدام برای نبودنت برای خط زدنت تلاش می این روزها فهمیدم که با آدم های نظر و حسود و پرهاشیه برای اثبات خودم نباید بجنگم من در مقابل چنین اشخاصی نسخه فاصله گرفتن رو برای هر کسی که رنجم دهد میپیچم از آدمهایی که زیاد دروغ میگویند و به هر قیمت مایل به مطرح کردن خویشند و حد که حرمت دیگران برایشان آسان است فاصله میگیرم هرگز با حقارت فکری آدمها و دلهای حسود و سیاهشان نباید جنگید باید نادیدهشان گرفت و گذشت و بخشیدشان نه برای اینکه مستحق بخششند بلکه برای آنکه در ذهن من مسائل مهم وجود دارد که فرسنگ ها با شواف و هاشی بازی و نگرش های حقیر فاصله دارد. هرچند که خیلیها این واکنش جنجالی رابعه اسکوی و, و حرف هایی که در مورد پیشنهاد عجیب و بیشرمانه مازیار لورستانی زده رو دروغ میدونند و دوستان و نزدیکان مازیار لورستانی در فضای مجازی در مورد این مسئله صحبت کردند که این خانم بازیگر بعد از بازگشتش از ترکیه رابطه دوستانه ای با مازیار لورستانی داشته اما به شدت کم کار بوده در حالی که مازیار لورستانی که هنوز تغییر جنسیت نداده بود و شهره لورستانی بود به شدت پرکار بود به شکلی که وقت سرخاروندن نداشت پس رابعه اسکوی حالا داره از روی حسادت حرف میزنه هرچند که در ظاهر خودش رو یک دوست صمیمی نشون میده اما سعی کرده با هاشیه سازی فقط خودش رو در فضای مجازی مطرح کنه همونطور هم که همه ما دیدیم حسابی هم در فضای مجازی مطرح شد و ویدیوی این مصاحبهش و حرفهایی که در مورد مازیار لورستانی زده بود بارها و بارها بین مردم دست به دست شد و دیده شد حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که مازیار لورستانی در مورد دلیل اصلی ممنول کار شدن و ممنول تصویر شدنش حرفی میزنه یا منوچهر هادی به عنوان کارگردان این سریال در مورد ممنوع تصویر شدن بازیگرش چیزی میگه یا اینکه رابعه اسکویی شاید از حرفهاش پشیمون بشه و ببینه که حرفهایی که به قیمت حسودی و مطرح شدنش در فضای مجازی زده باعث ممنول تصویر شدن یک آدم شده مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید